حمله بر قلوردوی شاهین رویداد وحشتناک، پیچیده و بی‌پیشینه. حمله ای که ناگفته هایش هنوز هم در حاله ای از ابهام مانده. وزارت دفاع ملی میگوید که در این رویداد نشانه های از جرم و غفلت وظیفه‌ای دیده شده است و از همین رو جنرال مهمند کتبازی از مقامش برکنار و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده است. در این حادثه تروریستی یقینا غفلت وظیفه‌ای و جرم وجود داشته و شما در اولین وهله دیدین که قماندان قلوردو از وظیفهش سبکدوش و به مراجع عدلی و قضایی معرفی شد. وزارت دفاع ملی میگوید که شماری از افسران بخش استخبارات، افسران عملیاتی و افسران گارنیزیون این قلوردو نیز زیر بازجویی هستند. با این هم آمارهای تلفات این رویداد گوناگون هستند. وزارت دفاع ملی آمار تلفات را 135 اعلام کرده است، اما منابع معتبر دیگر شمار تلفات این رویداد را بیشتر از این می‌دانند. آمارهایی که تولونیوز به دست آورده است، شمار جانباختگان این رویداد به بیش از 250 می‌رسد. کلی از این حوادیث متاسفانه بالایش دمو روزای اول یک احساسات نشان میتن، اظهار همدردی میکنن و پوشانی خود ترش میکنن که ما خفستیم، اما بازی پشت گوش انداخته میشه و قطعا این را به تحقیق نمیگیرن. ایله در کجاست که نمیتونیم به ثبات اصول برسیم؟ یک جای کار غلط است، یا سیاست گذاری ها غلط است، یا تاکتیک های ما اشتباه است، یا استراتژی ما را خوب انتخاب نکردیم. یک مشکل، یک دردی داریم که نمیتونیم به ثبات امنیت برسیم. چگونگی این حمله نیز تا اکنون ناروشن مانده است. حمله ای که بی همدستی حلقه های در درون قلوردو ناممکن گفته شده است. تحقیقات در این زمینه جریان داره. وقتی که تحقیقات جریان داره و وزارت دفاع قضیه را پیش میبره در سطح بسیار بالا و یکی از قضایای بسیار کلان هم در سطح ملی است، جزئیات این تحقیق و یافته ها را میگذاریم به کمیسیون و جریان تحقیقات. حمله بر قلوردوی 209 شاهین پرتلفات ترین و بی پیشینه ترین حمله بر نیروهای دولتی بوده است. خواست مردم این است که حکومت افزون بر زیر پایگرد قرار دادن کسانی که در کار جلوگیری از این حمله غفلت کردند، هم دستان حمله کنندگان را نیز شناسایی کند و با کیفر برساند.